شهر هستم که ایشون هم 10 دقیقه وقت داره. از آقای علمی خواستم بفهمم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. ابتدا از همکار محترم و عزیزم جناب آقای بتکلیان، نماینده محترم آشوریان، علی‌رغم اصراری که داشتن برای ایراد نطق و نطقشون رو با درک شرایطی که ما در اون هستیم به بنده محبت فرمودن، تقدیر و تشکر میکنم و در همین جا سال روز آزادی خرمشهر عزیز رو گرامی داشته و فرا رسیدن این روز پرشکوه رو به ارتشیان، پاسداران و بسیجیان جبهه دیده تبریک گفته و به شهدای دفاع مقدس ادای احترام می‌نماید. در پی تذکرات مکرر این جامعه و برخی از همکارانم مبنی بر لزوم برخورد قانونی با محرکین و عوامل تحقیر اقوام و اهانت به ترک زبانان شریف، لاجرم مسئولان هم تصمیم به توقیف روزنامه دولتی ایران گرفتند. گرچه گستاخی دستندرکاران مرتبط با مطلب مهم در روزنامه ایران محرک و سائق تظاهرات اعتراض‌آمیز در نقاط مختلف کشور بود، لیکن محدود و معطوف کردن اعتراضات روزهای اخیر به انعکاس یک طنز مهم در روزنامه مزبور و متوجه کردن تقصیرات و انگشت اتهام به سوی چند نفر از دستندرکاران مطبوعاتی نشاد ساده انگاری و سطحی‌نگری است. لذا مادامی که انگیزه ها و عوامل اصلی وقایع اخیر دقیقا مورد بررسی و کالبدشکافی عمیق قرار نگیرد، تکرار این قبیل اعتراضات که متاسفانه در موارد محدودی آن هم به دلیل تحریکات و اقدامات غیر مدبرانه و خشن مسئولان سیاسی و نیروهای انتظامی به حوادث ناگوار منجر شد، ناپذیر است. به عبارت دیگر واکنش مردم به مطلب مندرج در روزنامه ایران بیش از آن که ناظر به خطای فاحش بعضی دستندرکاران روزنامه ایران باشد، حامل پیام مهمی به دولت به مفهوم حاکمیت و بیان اعتراض به وجود نوعی آپارتاید فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که متاسفانه سالهای سال اسباب رنجش خاطر اقوام مختلف از جمله ترک زبانان و مردم آذربایجان را فراهم ساخته است. از این رو در این فرصت اندک اجمالاً به ریشه های اعتراضات اخیر می‌پردازم. در اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل 20 همین قانون مقرر می‌دارد همه افراد ملت، عام از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 15 قانون اساسی بیان می‌دارد زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است. چنانچه اصل مذکور را در کنار هم قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت که ایران یک واحد سیاسی، فرهنگی و سرزمینی مشاعی است که به همه ایرانیان و اقوام ساکن در آن تعلق دارد و هیچ یک بر دیگری بدتری ندارد. فارس، ترک، کرد، لور، عرب، بلوچ، بختیاری، ترکمن، قشقایی، شاهسوان و سایر اقوام ایرانی به رغم تفاوت‌های نسبتاً واحش در زبان، گویش، آداب و سنن و مذهب و فرهنگ و هنر خود در طول صده‌های متمادی و داد و ستد و تعامل فرهنگی جرفی که میان آنها صورت گرفته، ارکان به هم پیوسته یک ملت را تشکیل داده و ضمن مشارکت در پیدایش و گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی با انسجام خود وحدت ملی را حفظ و تمامیت ارضی را تضمین کردند. بدیهی است در چنین بافت جمعیتی متنوعی چنانچه الگوی مطلوبی جهت حفظ و ارتقاء همبستگی ملی استفاده نشود، دستیابی به وحدت و حفظ تمامیت ارضی بسیار دشوار خواهد بود. الگوی مذکور از یک سو باید متضمن احترام به هویت قومی و از سوی دیگر تقویت تعلقات ملی به صورت توأم و مبتنی بر عمل به حق و تجلیل از کرامت انسانی باشد. به بیان دیگر، نظر به اینکه هویت قومی و تعلقات ملی به عنوان دو مکمل لازم و ملزوم یکدیگر بوده و با تأثیر و تأثر متقابل بر هم اجزای تفکیک ناپذیر ملت ایران را تشکیل می‌دهد، از این رو دوام و قوام و چسبندگی و پیوستگی ملت در گرو احترام توأم به شاخصه‌ها و مظاهر مؤثر در هویت قومی و وابستگی‌های ملی در ابعاد مختلف فرهنگ، زبان، هنر و مذهب است. بنابراین هر یک از اقوام ایرانی به موازات وابستگی و تعلقات ملی خود باید احساس نمایند که دارای
دارای یک هویت قومی مستقل و آزاد هستند و می توانند مظاهر آن را نیز در همه شؤون زندگی خود ظهور و بروز و رشد دهند. در غیر این صورت چه بسا اقوام مختلف در فرصت مناسب به عمده کردن تعصبات و ویژگی های قومی خود روی آورده و به طور مطلق از تعلقات ملی خود دوری گزینند، چه حاصلی جز ایجاد اختلاف در همبستگی و آسیب جدی به وحدت سیاسی به همراه ندارد. چنانکه اشاره شد، واضحان قانون اساسی با در نظر گرفتن این واقعیت مهمترین عامل شکوفایی تعلقات ملی و چسبندگی و وحدت و همبستگی ملی را در گرو رفع تبعیض و تحقق و رشد و بالندگی مظاهر و شاخصه های فرهنگی اقوام و توجه و احترام به حقوق و کرامت انسانی هر کس آنان بیان کرده و حتی در بند 6 اصل 3 قانون اساسی کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا را یکی از پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی عنوان می‌کند و در بند جیم همین اصل متذکر می‌شود که استقرار این نظام باید به تأمین و تحقق دست و عدل و استقلال سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بالاخره همبستگی ملی منتهی شود. بر این اساس چنانچه با رویکرد آسیب شناسانه وقایع اخیر توجه گردد، باید پذیرفت کم توجهی به واقعیتی به نام هویت قومی و قربانی کردن مظاهر مؤثر در آن به پای تعلقات ملی عامل و ریشه اصلی چنین واکنش ها و انفجارهایی است که در یک چشم هم زدن جرقه ای را به حریق بزرگی مبدل می سازد. پروازه است وقتی که اقوام مختلف از جمله قوم بزرگ ترک و آذربایجانیان غیور که اکنون بخش اعظم و تفکیک ناپذیر ملت ایران را تشکیل می دهند، چندین دهه به دلایل واهی نه تنها از امکان تظاهر کامل ویژگی ها و مظاهر هویت قومی خود به شرطی که در قانون اساسی بیان گردیده برخوردار می شوند، با ایجاد کوچکترین جرقه ای به حریقی مبدل و آتش عظیمی را به پا می کنند. در این صورت باید کسانی را مقصر دانست که سالهای سال بذر نفاق و آپارتاید و تبعیض را پاشیدند و اکنون طوفان درو می کنند. بدیهی است آشوبگر یاغی معرفی کردن جماعتی که برای استیفای حداقل حقوق قومی خود صبرشان لبریز شده است چاره کار نیست. اگر دقت کرده باشید، اکثریت کسانی که در چند روز اخیر خصوصا در تظاهرات تبریز به خیابان‌ها آمده و اعتراضات و مطالبات خود را مطرح می‌کردند، جملگی از نسل انقلابند و به تیرو و طایفه همان کسانی تعلق دارند که همواره دژ مستحکمی در برابر بیگانگان و متجاوزان به خاک عزیزمان ایران بودند. آری، این تظاهر کنندگان که ابتدا به نحو مطالبه‌آمیزی و کاملا به روش‌های مدنی مراتب اعتراض خود را به روزنامه ایران بیان می‌کردند، از برادران و فرزندان و پدران شهید باکری‌ها، صفت الاسلام‌ها، باقرخان‌ها و ستارخان‌ها و ده‌ها قهرمان ملی هستند که جان خود را در دفاع از وطن خویش قربانی کردند. و اگر مسئولان سیاسی انتظامی با تدبیر و درایت آنها را به بدترین شیوه مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند، مطمئن باشید هرگز آنچه در تبریز رخ داد به وقوع نمی‌پیوست. چرا باید آزموده‌ها را باید دوباره آزمود؟ مگر با این قبیل برخوردهای خشن خود افرادی را از دست ندادیم که روزگاری در دفاع از جمهوری اسلامی لباس رزم بر تن کرده بودند و اکنون به دشمنان جمهوری اسلامی پناه بردند؟ چرا همیشه به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک می‌کنیم؟ آیا ده‌ها هزار نفر که نوعاً از جوانان همین مرز و بومند و به دلیل جریح دار شدن احساساتشان به خیابان‌ها آمده و کاملاً به روش مسالمت‌آمیز مطالبات خود را بیان می‌کنند، تجزیه طلب و یاغی معرفی کردن به نفع جمهوری اسلامی است؟ کسانی یاغی و تجزیه طلبند که دانسته یا نادانسته با سخنان و اقدامات و سیاست‌های خود تخم کینه و نفاق و تبعیض را می پاشن و البته طوفان هم درو می کنن. من با صدای دست از پشت همین تریبون اعلام می کنم، شعار همه اقوام ایرانی خصوصا غیور مردان ترک زبان آذربایجانی در سراسر کشور این است: ما باده عزت و شرافت نوشیم، در راه وطن از دل و از جان کوشیم، گر در صف رزم جام از خون پوشیم، آزادی را به بندگی نفروشیم. من با صدای رسا از پشت همین تریبون اعلام میکنم، شعار همه اقوام ایرانی خصوصا غیور مردان ترک زبان آذربایجانی در سراسر کشور این است: ما باده عزت و شرافت نوشیم، در راه وطن از دل و از جان کوشیم، گر در صف رزم جام از خون پوشیم، آزادی را به بندگی نفروشیم. اما
مادامی که افراد بدنام و شخصیت‌های منفی فیلم‌ها و داستان‌ها نظیر چاپلوسان و اراذیل و اراذل و اوباش جامعه، افراد نادان و ساده‌لوح در کسوت قومیت‌ها و ترک‌ها به نمایش